بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چوزوی و درد آورد روزگار، دیگر روزها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا میبینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نو دوستی تمرکز شده است. در گوشه ای از این دیار در کنار از جاده کابل، پدر کودکش را بالای زمین سخت در حالی که ساعت از جراحی چشمش نمی گذرد استراحت داده است و خودش دست به گدایی از ناچاری زده است. کرایستم بیادر ناتوان هستم، خودم مریض هستم، دور از جانت کمردرد هستم، اینه یک نو مامیشه کمردرد هستم، دکسه کمرد باز بعد انعزی بیادر این تفلک ما آوردم، این تفلک های خوردم، این پل سرخ سپندی میکنن، یک هم دخترک هستن، یک شش هفت دختر دارم، مال خدا یک تا بچه این یک تفلک بیادر دین رو دم پیش شای سوری آمده مدم رو اونجا فیرکان شد، بیادر در این فیرکان یا لگو پدر چشم سل نکنیم، کازه خون چشما پاد، چشمش پاد، اینجا بردیم شب خانه، بیادر جگرخونی، مادرش گفت ایجره چی کرده، گفت مینه گفت چشمش بیادر، یه قول چشم ایجی کدام شد، سنگ خود یا پرکشه خاک پرید، خود مقصد اوگار شد، باید بردیم در ایشه واقعانه چشم امان، امروز زیره بردم، امی دین رو به پیسه بودم، پیسه نداشتم، هرچی که گفتم به نام خدا خیرات مربت بیادر خیرات کس مره نداد، یعنی نقصه ایش هست، نمی شفاقان چشم امان بردم، یعنی نظرتون پیش بیر رینسه کنه، یعنی دست چشم چپش هست، یعنی نمی جا داکتر سو خودش نمشته کردن چشم چپش، باز امروز ساعت نو بج عملیاتش کردم نگه حال ناتوان هستم، ولی حتی خانون خانه خود جمع کردم بردم میکنه فروش سودا کردم تا داوی زیره کردم باز والا یک پرشه که کنه داشتیم ایرانی امود را سودا کردیم یک دو هزار امود را بیادر تاداوی از تفلک کردم نگه اینه توکل به خدا امید به خدا و پروردگار هستیم این مسلمان ها همیجا خیرات جمع کنم بیادر یک چهار پیسه نان اولادای خودم ندارم این نقصایش این دوایش هست اینی روز اول هست بیادر اگر دیگه از مجبوری پیش ازی بیادر من کنه دوزی میکردم کنادوزی میکردم در چه گالم واسه کنادوزی هم ندارم کمردرد هستم در افسانه هایش میگوید خودش ناتوان از یافتن نفقه به عیالش به علت بیماری که دارد است و کودکانش را همه روزه به کارهای شاقه کنار جاده میفرستند یال خواب است پیشتر دیگه یک ذره نارامی کرد یک ذره دوا موایش دوا و داروش دادم اینمی دوایش هست نگه این حال توکل به خدا گفتم یک چند جمع کردیم یک بیادر یک پایین پا یا دار پا کردیم کمک کرد اینمی یک دایی کمک کرد یکی دیگه دار پا دیگه کمک کرد بیادر امید خدا دیگه این کس به ما نزده بیادر با امید خدا با امید مسلمان ها برآمدیم اول با امید پروردگار از خاطر یک چهار تنان کمک کنن کردیم بیادر دیگه کدام چیز خاصی نداریم اید خدا را دیگه سهل هستیم دیگه دربار الله را اگر کدام مسلمان کردیم و کمک کرد خدا هزاران چند کمک کش کنن پروردگار دیگه ما دیگه چاره نداریم هرچی که مسلمان ها کنه پروردگار کنه دیگه چاره نداریم ما
برای نان اولادای من گفتم شب بیادر اینم بخیندم، گفتم اتا ولا فرض خانه ما گرفتم جمع کردم سودا کردم، چاره دیگه کار ندارم. دکترها گفتن بیادر اینه میره ببریم برای عملیاتش کردیم، بیادر با سبا ساعت 9 بجه بیار که پاسمانش رو ما بکنیم و ببینیم پس نظر بتیم را که چی مشکل داره بیاد. از مردم اول از خدا کمک میخوایم بیادر، دویم از این مردم مسلمان ها هرچی خدا آواز کردیم و یک کمک خدایی کنن، منام خدا یک کمک کنن. کودکش هم در جریان تیراندازی افراد مسلح در شهر کابل چشمش آسیب میبیند و به هنگام مراجعه نزد دکتران از نبود پول برای درمان وی حکایت میکند. اینمی از ساعت 11 بجه آمدیم، اینمی جا ششتیم که حالی مچم چند بجه است. یادر تو 20 رپا کار کردیم، یادر اینمی دربار الله فقط اینمی جا یک ساعت گریان هم کردیم، اینمی خود چرت زدیم که بیادر رو خدا احمد سر ما چی حالت آوردیم. اگر یک قدر بی غیرت نبودم گفتیم که کنه دوزی میکردم و جگری دمی چوک میکردم بیادر نان اولادای خود پیدا میکردم. مگر امال چاره ندارم غیر درباری الله دیگه چاره ندارم، آمدم دست به گدایی زدیم. اگر بیادران مسلمانم یک کمک خدایی کردم میکنم، خانه شان آباد، خدا اولادایشان برشان باند، پروردگار کمکشان باشه بیادرهای. زندگی خدا روز سر ما آورده، خدا سر مسلمان های روز نبیاره، پروردگار کمک کل اسلام مؤمن مسلمان ها باشه، سر ما مسلمان ها، سر ما مسکین هم یک رحم روشنی شک کنه پروردگار. حال دمی خانه ما بیادر ما خریده خور هسته، همین صبح می خوریم بیادر به شو نداریم، شو می خوریم به صبح نداریم، چاره غیر خدا دیگه چاره نداریم بیادر. از اینمون نانبایی ها میرم نان یخ یک پین پین پگیز نان یخ یک صدر بره میگرم تا صبح شانه نمیشه. صبح که خوردیم به چاش نداریم، چاش که خوردیم به شو نداریم. بیادر ایران پروردگار مونده، کرای خانه میگه یک سو، بیادر مریضیم دیگه سو، بیادر خودم هم کمردرد هستم. یک چند وقت پیش رفتم یک جایی گفتن بریم پیش وکیل پارلمان اجمل رحمانی نام داره چی نام داره، اونجا برو یک عرض داد کن. گفتم بیادر خدا به توسله کردم، بعدم دیگه چاره ندارم، حالا چاره نیافتم دیگه آمدیم این همینجا دست به گدایی بزدیم. از صبح 11 بجه تا بال 4 بجه 2 بجه می 3 بجه می شه ششتیم بیادر یک دو برادر ها استاد کردن، یکی در بدا دیگه در بدا دیگه، اینه می خیرات جمع کردیم دیگه کس ما هم نیست بیادر که من خیرات جمع کردیم، من مجبور شدم آمدم دست به گدایی زدم دیگه چاره ندارم. کای چرپا چپی ما خورد خورد از 6 ساله و 7 ساله نمو پل سرخ سپندی میکنن، یکام یک 5 تا در تنان میارن اونم. صبح کی عملیاتش کردیم ساعت 9 بجه، ام صبح ساعت 9 بجه در شفاخانه چشم امان همونجا ما برد میشه بعدر ایر عملیات کردیم. با دکترا گفته بعدر تو دیگه پیسه نداری، این دوای ارزان به ارزان به برای من مشتکه، یعنی ملمایش از یعنی چیزی چکاکایش است. گفت که نمیاره ببر بیادر تو یک تبدیخ کو توکل به خدا، با صبح بیا باز ما یک همکاری خدا کتر بکنیم. من به خاطر تادایی خرچ خانه ایم از بیادر این مسلمان ها ببینند، اگر رحم روشنی پروردگار اول شد دویم از این مسلمان ها سری ما یک نظر پرتن یه چه رقم ملک هست، یه رقم اسلامیت از بیادر ما رو ببینه، این همی حالت قرار داریم. خود ما مریض هستم، کمردرد هستم بیادر، این همی نقصایم در خانه هست بیادر، دکس کمر بودم. بعد از نو مواد بیادر امروز برآمدیم، یعنی حالت قرار گرفتیم دیگه بیادر، اینو میجا دست به گدایی زدیم که توکل به خدا که چی میشه، یعنی خرج اولادای ما ندارم، پیسه نان امشب نداشتیم بیادر، برآمدم توکل خدا کردم. حتی از شرم در خانم چیزی نگفتم که کجایی کجا نیزی، گفتم من پیش دکتر سرگفتم. ما آمدیم در خانم کسی خبر نداره که من گدایی میکنم بیادر، آمدیم اینو میجا گدایی کردم. میگوید فرش منزلش را از ناچاری برای درمان چشم پسرش به فروش رسانده است و اکنون برای فردای مراجعه باید این گونه پول درمان را دریافت نماید. موسیقی
بله برق ما نبیادر ایران به پروردگار مانیم تو خدای ما چطور کنم دیگه حالا خوب هموطنهای عزیز باز همینجا تیر می شدم فقط جان دیدم زنده باشی سلامت باشی مشکل داشتم تارام قدم نبود و اما قدم که می تصویر از این در دل شما به تصویر بکشم قربانت مایک بودی از خیرت قربانت میگیم همی درد دل یا کاکا جانا به تصویر بکشم همکارام همراهم نبود دیگه تصویر شما دیدین که حتی فرش خانه خود به خاطر تداوی طفلک خود به فروش رسانده و برده طفلک به خاطر تداوی که حالم دکتر صاحبا برش گفته که ایره باید از شما فردا دوباره بیارین اما ترست نی؟ فردا ایره بیارین که ما باز نظر بتیم که چطور میشه این که عملیات میشه بستر میشه نمیشه پورا دیگه خود دکتر صاحبا تصمیم میگیرن و پدر جان خودش میگه کفاشی میکردم موچیگری میکردم در شهر دکس کمر شدیم دیگه واسه توان کار ندارم به او لازم دیگه این طفلکش دیناروز که کجا گفتی فایرکان؟ خب فایرکان شد از این بار فایرکان الا پدر چشمم بعد گفتم چشم تا چی کرده درفتم در روی شهو زدم چی زدم چشمای شواز نکرد تا امروز سات نو بزید باز بردم شفاقانه چشم امان گفتی بیادر این ضربه دید داخل زخمه یه عملیات میشه بردم این عملیات خانه بیادر یه سود بده و بده زنگ زدم بچه را که بیادر بره خیم دیگه چیز خونه داریم قرضم کسی نمیته همین فرش روی خانه را جمع که سودا کو که وضعیت از خراب ما کده تفلکم پشتی تفلکای دیگه ما اومدم که سپندی که میکنن همین پول سرخ همین دو دان دخترکای میادرم یک خرچ خراج خانه را میارن من خوب گفتم واسه توان کار ندارم دیگه که مردر دستم گره جان تانید اوگا گفتن خوب پدر خیلی تو برو خانه ما میایم در پشت اوجا که ما اومدیم فیرکان شد بعد فیرکان نمی قضیه صورت گرفت خلاص بیادر آمدیم دیگه این جت امروز ساعت 9 بجا اومدیم اونجا عملیات شد تا بار 11 بجا اومدیم نه اینجا گدایی کردن و اینجا اومدیم گدایی زدیم بیادر کسی مسلمان ها پیدا نشد بیادر که این خیر خیراتی کنن بیادر تو کسی ما سر خوردیم بیادر های ما رو ببینن بیادر این خانه ما جایدات ما بیادر من ناتوان هستم کتم یک کرای خانه ما باقی استم بیادر یک دو ماه کرای خانه ما بلاون بلنال مانده این تفلک ما در این وضعیت نگه امید خدا امید پروردگار بشه توکل به خدا وطنای عزیز ما یک مقدار پول که دوستا روان کرده باز داخر همکار عزیزم نامش خاط گرفتی روان کرده تسلیم پدر جان میکنم بازم معذرت میخوایم که همکارایم نبود اگر تصویر درست هم نتانستیم گرفتم معذرت میخوایم اما ما وظیفه خود دانسته کسای مستحق است حداقل بتانیم کمکای شما را برشان برسانیم منتظر باشین بعد از یک لحظه کوتاه من انشاءالله که پدر جان یک چیز کمک شما را میرسانم ما یک چیزی که ازت کمک میکنم خدا که همین طفلک تا ببری به خیر صبح باز پیش دکتر و یک چیزی برای خانه خرج بگیری خدا کمک اما هدف ما ای از کسایی را ما پیدا میکنیم که واقعا نیازمند باشه خدا کمک و خودت با این کلانی دیگه که اینجا ششتی گفتی روز اول ما است این یکم مشکل از برای یک شخص ما به در دوست گل در فده من رو ما دوست دراز نکردم به کسی کمر در دوزم دکس کمر بود حالتم خراب بود دیگه بسیار که ناچاری آمد سرم دیگه گفتم خدا خودت میبانی کارت حتی همین گدایی هم گناه داره دیگه گناهی چم نگشتیم مادر مجبور ناشار شدم من نمی کار درست قربانت ما 5000 افغانی برای خودت میتم سلامت باشی خدا کمک کنه 4 5 این 5000 افغانی را بگی تفلک تبو بر سو بخیر پیش دکتر خدا کمک کنه شماره خدا میتم تا باز برام ان شاء الله زنگ بزن دیگه ای را بگی بخیر برو بخیر طرف خانه صحیح از این که دیگه بیشتر مثلا مردم ببینه تا برای خودت خوب نیست و اجازه خواست که ما در فیسبوک و یوتیوب نشر میکنیم کسایی که استاد بیادر کنی خودگی بیگانه میبینم پروردگار کمکت باشه
این حالت قرار دارم بگه ناچارتان پروردگار میکنن. فقط ما در یوتیوب نشر میکنیم، کسایی که کمک میکنه از خارج و بفهمه که پول ما بر نیازمندان رسید. سلامت باشی، این شماره ما میدیم. یک دوام میکنیم پروردگار عالم. کسی که کمک کرده کمک پروردگار کرده باشد. الهی آمین. خدا کمک هایت باشد. پروردگار از بلا زمین آسمانی از رافت های زمین آسمانی پروردگار نگاهش کنم. الهی آمین. خدا کمکت باشد. خدا ایرام شفا بچه تمام. سلامت باشی. تمام اهل اسلام شفا عجل کامل. آمین یارب. کمره که درد میکنه؟ نه کمرم درد میکنه، بدن از ناچاری برآمده میگنه، در خودگی و بیگانه که مره ببینه بدر پروردگار کمک کسی باشه که کمک کرد دا کمکش باشه برو پناهگاه کت به خدا. ما سپاسگزاریم از آقای داوود بامیانی که از لندن مبلغ 5000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که این مبلغ را نقدن برای درمان فرزندش به او پرداخت نمونیم. خب هموطنان عزیز، پدرجان دیدین با طفلکش که البته مشکل داشت و طفلکش چشمش کدام چیز رفته بود. بازم میگم که همه چیز سببش جنگ است، جنگ و بدبختی است و میگن پیش مسجد شیرشاه سوری فیرکان شد و بعد از او چشم تفلکش کدام چیز رفته بود. امروز از مجبوری خواسته قالین خانه را بفروشه تفل خدا بباره برای تداوی. از یک امروز همکارا نبود، امروز معذرت میخوایم، اما همه کمک که هموطنان میکنه همیشه کوشش میکنیم بر نیازمندای واقعی برسانیم و این هم جز مردم ما بود که امروز ضرورت داشت و ما وظیفه خود دانسته کمک شما را هم یک مقداری که پیش ما بود تسلیمشان کنم. فعلا ما دستای کارت 4 هستم و همین جای پدرجان امروز ما سر خورد و شماره تماس هم دادم برش. امیدوار هستم که دیگه مشکل برش پیش نشه، اگر پیش شد باز هم در خدمتشان هستم و شماره تماس دادم برشان، میشه با زنگ بزنن باز هم چال ما در کمکش میرسیم. امیدوار هستیم که تا پایان ما را دیده باشین، منتظر کمک های شما هستیم. هموطنان عزیز ما سخت به کمک شما نیازمند است. تا دیدار دوباره، خداوند یار و مددگارتان. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.